خب همونطور که گفتیم توی این درس میخوایم یکی از پیش هایی رو که شیر میتونه ازش استفاده بکنه توی کامپرسور درست بکنیم من اینجا کامپرسور رو باز کردم و دقیقا عین همون چیزیه که ما به صورت دیفالت میبینیم ستینگ هایی هم که ما راجبش صحبت میکردیم همین قسمت هست همین چیزهایی که اینجا الان وجود داره من یه تصویر رو اینجا درگ میکنم خیلی هم مهم نیست چیه چون فقط میخوام یه تنظیم باهاش درست بکنم واقعا نمیخوام خودش رو تبدیل بکنم مثلا یکی از فرمت هایی که ما استفاده می کنیم همون ویدیو سی, ویدیو سی دی و همون امپگ یکه من می اینجا فرمت امپگ یک رو باز می و میام توی قسمت تنظیمات به طور مثال من نمیخوام دی وی دی برا من درست بکنه میخوام مثلا برای وب آمادش بکنم و صدا رو هم میخوام بذارم روی 128 کلو هرس 192 ممکن مقدار حجم زیادی باشه برای اون صدایی که من مورد نظرمه و همچنین حجمش هم یک و 85 مگابیته برای دیویدی شاید یه مقدار ببخشید برای ویدیو سیدی شاید یه مقدار زیاد باشه میذارمش روی یک و نیم یا یک و چهار حالا دیگه تنظیمات رو شما هر جور که خودتون دوست دارید میتونید انجام بدید و تغییر بدید شما اینجا سیو از رو موقعی که تمام تغییراتتون تموم شد میزنید و به اون اسمی که خودتون میخواید سیف میکنید مثلا من اینجا میزنم امیر ویدی سی دی حالا توی قسمت کاستوم همونطور که قسمت قبل هم دیدید اضافه میشه و حالا شما از شعر میتونید اون رو انتخاب بکنید و دیگه از اینجا به بعد میتونید ازش استفاده بکنید شما الان اگه کامپرسور رو کویت بکنید سیستم رو ریستارت بکنید و هر اتفاقی هم بیفته اصلا مهم نیست این تنظیم سر جاش میمونه و سیو میشه